سلام. میگم این روزا اگه تو فضای مجازی یه چرخی بزنین و سر گوش آب بدین، میبینین که قیام قوقا کرده. اصلا چهره فضای مجازی عوض شده. یکی از نقاط مشترک این تغییر فضا داستان آخون صدیقی دلقک نمره موقت سیرک تهرانه. اول ببینیم اصل داستان چی بوده تا بعدش یه گپی بزنیم. بله، اجتماعشون دریای خلق کرد و همه آشغال‌ها را شست و برد. کافر همه را به کیش خود پندارد. به جمع کساد ساندیس خورا میگه دریا، به قیام آفرینایی که حالشونو گرفتن میگه آشغال. تازه عزماش به مردم گفته بود مگس روی زخم، اما ببین برای بعد چجوری رفتن باسش. این عادلانه نیست که تو بروی وسط محافظانت از پشت بلندگوی نماز جمعه راحت به ما توهین کنی و ما با فیلتر شکن و اسم مستعار بیاییم گوشه یک کانال جوابت را بدهیم. ما جواب تو را در خیابانها خواهیم داد. بله، وعده ای که جوانای قیام به این دلغه که سیرک جمعه خامنه‌ای دادن جدی بود. خود عظما که شعارهای مرگ بر خامنه ای رو شنید و اینطوری به حول و بلا افتاده بود. اینم از قبل مزه مزهش کرده بود. حدود 60 دفتر امام جمعه در اختشاشات مورد هجوم قرار گرفت. بله، این قیام حسابی حال نظام رو جا آورده، طوری که مهرهای خودشونم سر چنین تعبیراتی دندون قروچه میرن و به حرف میان. البته این بدبخت ها از هزینهش میترسن. عزت الله زرقا میگفت تعبیر کلی آشغال در مورد معترضین مشابه خس و خاشاک هزینه ساز است. دی حتی این گاو پیشونی سیاه نظام که همیشه سیبل جوونا تو فضای مجازیه صداش در اومده. حالا بریم سراغ یکی دیگه. به نظر میرسد خداحافظی حجت الاسلام صدیقی از تریبون نماز جمعه و سپردن آن به ائمه جمعه جوان سبب ثبت نام او به نیکی خواهد شد. بله، اسمش فضای مجازیه، اما زورش اونقدر حقیقیه که هم مهرهای نظام رو به واکنش انداخته، هم خود آخون صدیقی گریان به غلط کردم گویی افتاد. ملاحظه بفرمایی. من خدا را شکر میکنم که در خدمت مردم هستم و میان آنها هستم. در این خطبه هم من نماینده مردم و بلندگوی آنها بودم. در این خطبه نهایت احترام را به مردم کردیم، از آنها تشکر کردیم و امکان ندارد من بخواهم به مردم، حتی معترضین و آنهایی که به خاطر اعتراض بیرون آمدند، هیچ بی احترامی بکنم. آخ جانش، سیلیه، قیام اینطوری جرسومهای مثل آخون صدیقی رو ادب میکنه. البته این تازه از نتایج سحر است. قیام ادامه داره، بخور. موسیقی.